سلام علیکم. میدونم ادعای سنگینی هستش، اما با قاطعیت بهتون میگم امروز قراره یکی از بهترین آپارتمان هایی که تا به حال در مشهد ساخته شده رو بهتون نشون بدم. این ویدیو رو تا انتها نگاه کنید. خدا رو شکر که باز هم این سعادت نصیبمون شد تا در خدمتتون باشیم. اومدیم در یکی از بهترین مناطق بلوار سجاد. لو نمیدم کجاست. حدود 520 یا 30 متر تقریبا زمین داریم، 310 متر واحد، 1000 متر مشاعات داریم، شامل لابی، مجموعه آبی، تالار ایونت، باشگاه ورزشی، روف گاردن و فضاهای بی نظیری که با هم دیگه خواهیم دید. و قول میدم از دیدن این آپارتمان فوق‌العاده با جزئیات بی‌نظیر لذت می‌برید. بریم ببینیم چه خبره. خب اومدیم وارد لابی شدیم. قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم و فضا رو با هم ببینیم بگم حتی این چارچوب در کپی برداری نمیشه گفت، الگو برداری شده از درب هتل فور سیزن پاریس. یه لابی بی‌نظیر با سنگ‌های کف گالاکسی هند، دسک در واقع رسیپشن، مبلمان بی نظیر، لوسهای فوق‌العاده، دیزاین خیلی خیلی زیبا. و میخواییم بریم مشاعات مجموعه رو ببینیم. این قسمت که میره سمت آسانسور با هم خواهیم دید و یک به یک فضاها رو خواهیم دید با سورپرایز فراوان. اول سینما کیف میکنید، خیلی هم تاریکه، خب سینما باید همچین نوری داشته باشه، اما به اندازه 15 نفر ظرفیت داره با سیستم صوت و پخش بی نظیر با بالاترین کیفیت ممکنه با تصویر فول اچ دی. اوکی، اینجا یه سرویس عمومی داریم برای ساکنی، روشویی و سرویس فرنگی. خیلی دیزاین فوق‌العاده‌ای داره. اینجا یکی از قسمت‌های هیجان انگیزمونه، تالار ایونت برای برگزاری مهمونی ها، دسک خوشگل. جالبه بدونید که پشت سینک ظرفشویی رو داریم و این پشت هم گاز تو کار رو داریم، ولی چون یه خورده هنوز تکمیل نشده داخلش رو بهتون نشون نمیدم. پنجره های لیفت با فرم ترمال بریک با در واقع این دیزاین زیبا از گل‌های فوق‌العاده، فضای تابستانی خوشگلی رو بهتون میده برای مهمونی‌هاتون. همچنین فضای تابستانیمون به فضای باشگاه ورزشیمون هم میرسه. می‌خوام بریم باشگاه ورزشی رو هم ببینیم، حتماً اونجا رو هم دوست خواهید داشت. فضای باشگاه ورزشی لذت می‌برید، کمدهای لباس، دیزاین خیلی زیبا، دوباره همون قسمت فضای تابستانی که به فضای تالار ایونتمون مرتبط هستش. این مجموعه آبی رو ببینیم، استخر نداریم اینجا، اما سونا و جکوزی خیلی خوبی داریم. شما برید داخل، من پشت سرتون میام. کیف میکنین از این فضا، از این مشاعات کم نظیر. سونای خشک، سونای بخار، جکوزی. این قسمت هم فضای سرویس بهداشتی و سرویس توالت فرنگی. این چی میخواد آدم برای زندگی؟ نکته جالبی هم که بهتون بگم که دلیل اینکه استخر کار نکرده، واقعا هزینه تعمیر نگهداری استخر بالاست و معمولا به دلیل هزینه‌های بالاش توی واحد‌های کمتر استفاده میشه. تو خیلی از ساختمون‌ها می‌بینیم که بعداً تبدیل میشه به انباری. به همین خاطر خیلی هوشمندانه دیزاینش رو انتخاب خوشگله. می‌تونستم بگذرم ازش. این رنگ تقریباً آبی سرمه‌ای فوق‌العاده‌ای که
کار کرده. به همین خاطر معمولاً کمتر استخر کار میشه. این قسمت هم برای کمدهای لباس در نظر گرفته شده و میخواییم بریم آسانسور رو ببینیم و همچنین بریم داخل طبقه و خود آپارتمان رو ببینیم. این هم فضای کابین آسانسورمون، خیلی خوبه. ابعاد 10 نفره، ارتفاع سقف بلندتر از حد نرمال، موتور گرلس اسپانیایی و دیزاین خیلی خیلی زیبا، حتی کفش هم سنگ اسلبه. علاوه بر این که فضای آسانسورمون کابین در واقع استاندارد با سقف استاندارد و بلندی داره، صفحه در واقع نمایشش که تاچ هستش، کودینگ هستش، همچنین یه نکته جالب درجه اینکه در صورت که مثلا آسانسور مشکلی پیدا کنه، این در واقع کلیت های دستی رو هم در واقع به نوعی گذاشتن که کارمون در واقع لنگ نمونه. تمام کاور داخل چرم هستش، این هم کار مجموعه تولیکا هستش که انحصاراً این سرویس اختصاصی رو داده. حتی چوب هایی که اینجا کار شده، شیارها و رنگ هایی که در واقع سعی کردن ازش استفاده کنن، ترجیح بر این بوده که بتونه مچ بشه با کاور چرمی که اینجا داریم. این از نکات جالب توجه. قبل از اینکه وارد فضای آپارتمان بشیم، کوریدور اختصاصی این واحد زیبا رو ببینید. جزئیاتی که هر جایی نمیبینید، به عنوان مثال این قسمت رو ببینید که درب ورود راه پله ها رو کاملا کاور کرده. معمولا تا این حد دقت به جزئیات نداریم در اکثر آپارتمان ها. درب ورود بسیار زیبا، تماما چوب، با قفل برند تسلا، کدین کارتی، اثر انگشت، صفحه نمایشگر و تمام چیزها به بهترین قسمت ها، حتی حسگر فیس و این داستان ها. کمد هایی که درب ورود کار شده برای لباس و کفش، سرویس بهداشتی عمومی که حتی از دیدن این قسمت هم لذت میبرید. سرامیک های کف اینجا 1860 تکه هستش که کاملا هندمید یا دستساز هستش، برای این سرویس فقط اختصاصا طراحی شده. و جالب بدونید که این رنگ طلایی که اینجا میبینید با اسید هم تغییر نمیکنه. داخل فضای سرویس علاوه بر اینکه از سنگ های اسلب تیکه استفاده شده، کاور چرم هم کار شده. شیرالات اسپانیایی فوق‌العاده با نگین سواروفسکی تزیین شده به همین زیبایی. حتی بخشی از دیوار کاور چرم شده. به لحاظ دیزاین و دقت به زیبایی فضا واقعا این واحد چیزی کم نداره. خب این از سرویس بهداشتی. ما دو تا فضا داریم، پشت سرمون نشیمن خصوصیه و البته پذیرایی. ارتفاع سقف رو ببینید چقدر خوبه، کیف میکنید. انتخاب رنگ ها بی نظیره، یه ترکیب سفید، طلایی و مشکی که با سلیقه بسیار زیاد به نظر من کار شده. حتی فضای اختصاصی برای ناهارخوری کاملا جدا شده. یه نکته ای رو که باید اضافه بکنم این که توی تمام این ساختمان زیبا، توی تمام قسمت های این آپارتمان فوق‌العاده، یک امضا وجود داره و اونم کرو بودن فضاست. تو اکثر فضاها حتی به لحاظ، یعنی کف رو هم حتی ببینید یه خط کرو داریم، پنجره ها رو که ببینید کروه. این ساختاره به عنوان امضا سازنده قشنگ همه جا دیده میشه، خیلی هم حس خوبی داره. قبل از اینکه فضای آشپزخونه بی‌نظیر رو بهتون نشون بدم، تراس بخش لاینفک و جدا نشدنی و جذاب هر آپارتمانی. قشنگ یه میز صبحانه خوری با انشعابات آب، برق، گاز، ویو خیلی خوب و کاملا قابل استفاده. آشپزخونمون بی نظیره. دو تا کار خوب انجام داده. یکی اینکه اومده با این فیلتری که اینجا جدا اضافه کرده، فضای کابینت ها رو اضافه کرده. در واقع شما دسترسیتون به کابینت ها بیشتر شده. نکته دوم این که خیلی هوشمندانه اومده فضای پذیرایی رو از آشپزخانه جدا کرده، چون مهمانی که در فضای پذیرایی میشینه نباید دیده مستقیم به فضای آشپزخونه داشته باشه. سینک ظرفشویی، کمدهای بی‌نظیر که همه کار برند بی‌نظیر تولیکا هستش
و انصافا نمیشه نقص گذاشت رو کار این مجموعه فوق‌العاده. یخچال تو کار، گاز، ماکروفر، فر، حتی فضایی که برای ماکروفر در نظر گرفته شده اینجاست، اما برای اینکه زیبایی فضا حفظ بشه این کشو اضافه بر سازمان کار شده. یه نکته دیگه هم بگم راجع به فرنیش آشپزخونه که تماماً برند بوش آلمان هستش. دوستانی که در این حوزه باز متخصص هستن میدونن که خود آلمان بودن بوشه کلی اختلاف قیمت داره با مثلا ترک یا لهستانش. این هم نکته جالب توجه. ضخامت درب کابینت، همچین ضخامتی رو هیچ جا نمیبینید که با یراق‌آلات برند بلوم اتریش در واقع فقط میتونستن حفظش بکنن که حالا مثلا گیر نکنه و بتونه راحت باز بشه و بسته بشه و نگهدارنده خوبی داشته باشه. دیگه به حضور با سعادتتون عرض شود که اون کرمی که گفتم همه جا هست، یه ردپایی ازش هست. حتی این جزیره زیبایی که کار شده به عنوان دسک آشپزخونه قشنگ در واقع کرمی توش نمایان هستش. فضای نشیمن خصوصیمون، من قشنگ می‌بینم هیجان دارم از توضیح دادنش، لذت میبرم از این دیزاین و طراحی فوق‌العاده. حتی خطای عمودی که کار شده یه مقدار در واقع اگر این طراحی نئوکلاسیک هستش یه مقدار مدرنش رو بیشتر کرده که مقدار آدم احساس بهتری هم داشته باشه. من یک به یک درها رو باز میکنم تا توضیحات رو بدم. این فضا هم فضای موتورخونه واحد هستش، هم فضای لاندریمون هستش. دو تا پکیج چگالشی داریم از برند آریستون ایتالیا، یکی برای در واقع تامین آب گرم، یکی برای تامین گرمایش خونه. نکته جالب توجه این که انقدر که این فضا، انقدر که این در واقع پکیج ها کم خطر هستش، اصطلاحاً آلایندگی کمی داره، تا لوله های بالاش که شما نمیتونید ببینید پلاستیکی کار شده، یعنی درجه گرمای بیروندهش اونقدر نیست که مثلا بخوان از لوله فلزی استفاده کنید. این هم نکته جالب توجه. یک به یک اتاق ها رو باز میکنم که ببینید. اتاق اول فضایی که بیشتر برای کلوزت در نظر گرفته شده توی واحدهای شمالی، اگر بخوان پلان خوبی بدن که در واقع اتاق خوابهای بزرگ رو فدای صرفاً یه نوردهی نکنن، گاهی وقت لغت رو نمید نکنن، این کار رو انجام میدن. یه نکته دیگه هم که بهتون بگم، کموتای از کف تا سقف طراحی بی‌نظیر، دوباره اون امضای کرف همه جا هست. یه نکته دیگه هم که باز بهتون بگم، دیزاین هر اتاق منحصر خودشه، رنگ درب از داخل یه چیزه و از بیرون یه چیز دیگه. خب میریم اتاق خواب بعدی رو ببینیم، اما قبلش دو تا نکته رو بگم. یکی اینکه فیلتری که برای اتاق خواب در نظر گرفته شده همچنان جای چیدمان مبلمان هم داره، یعنی فضای تنگ و تاریک نیست. این خیلی نکته ارزشمندی. نکته دوم اینکه تمام قسمت‌های طلایی که توی در واقع تمام آپارتمان کار شده و تکرار شده و می‌بینید تمام ورق طلا هستش و ایتالیایی هم هستش. قبل از اینکه بریم اتاق خواب دوم رو ببینیم، سرویس حمام عمومیمون داشو محکم باز کردم. خیلی خوب، خیلی خوب. سقف حمام کرو، امضایی که در واقع همچنان داره تکرار میشه. این بک پشت دوش، علاوه بر اینکه شیرالات و دوش اینا همه تو کار هستش، سنگ بک دوش انگار باز کرو کار شده به لحاظ استایل. شیرالاتی که اینجا داریم همه ایتالیایی هستش. و نکته دیگه ای که باز توی تمام اتاق ها میبینید، دیزاین اختصاصی هر قسمته، یعنی هر فضایی که شما وارد میشید دیزاین اختصاصی خودش رو داره. اتاق خواب دیگه‌مون، عزت میبرید. قسمت پنجره رو ببینید. توی خونه های شمالی تو خیلی جاها که میرید میبینیم شیشه های مشجر کار کردن یا فرم پنجره ها اومده یو پی وی سی کار شده. اینجا با تمام در واقع فضایی که میتونسته از هزینه هاش کسر بکنه این کار رو نکرده. تمام پنجره ها لیفت هستش، ترمال بریکه. بعد این چند سانتی که عقب نشینی کرده و تونسته یه نیمچه تراس برای قسمت فلاور باکس بده اتفاق ارزشمندیه. همچنین
این دیوار حائلی که در واقع خونه‌های شمالی باید داشته باشن رو اومده ازش به عنوان یه فرصت استفاده کرد، یعنی هم قسمت فلاور باکس، هم که عملاً شما دیدی در واقع از بیرون نسبت به داخل ندارید و چالش پرده و نور و این داستانا رو عملاً دیگه ندارید. دوباره قسمت‌های کروی که همه جا تکرار میشه، کمدهایی که توی هر اتاق اختصاصی کار کرده مجموعه تولیکا که انصافاً خیلی جای تحسین داره، رنگ دربی که با فضا ست شده، داخل قسمت سرویس حمامش که باز میشین، نکته ای که وجود داره این که این مثلا قسمت چوب ریشه گردوی آمریکایی هستش که رگه های تیرش با سنگ های بغل ست شده، خیلی در واقع سعی کردن حساسیت داشته باشن نسبت به فضا. حتی کابین دوش رو ببینید چه ابعاد خوبی داره، یه اختلاف فضایی هم دادن که شما نمیبینید، باعث میشه آب به بیرون درز نکنه. تا این حد جزئیات خیلی جای دیده نمیشه و واقعا قابل تحسینه. یه نکته دیگه هم که باید اشاره بکنم، اگر بتونی کف رو بگیری، قسمت در واقع کف اتاق خواب ها پارکت آلمانی هستش و سنگ اسلبی که از بیرون اومده تا داخل کشیده شده. دو سه تا نکته داره، یک به لحاظ دیزاینی و زیبایی بصری که لذت میبرید، نکته دوم که موقعی که از حمام میاد و پا خیس هستش عملا دیگه پا روی چوب نمیاد و چوب رو خراب نمیکنه. اتاق خواب بعدیمون ببینیم، سقف همچنان جذاب داره، جذابیت داره برامون. دوباره فضای پنجره‌ای که نور بی‌نظیری به همون میده. کمدها اینجا نمیام کامل بهتون نشون بدم که تصویر بردارمون توی آینه ها دیده نشه. و اتاق آخر، اتاق چهارم، اتاق مسترمون، کیف میکنید از دیدنش. اول جسارتی که بابت انتخاب رنگ ها، یه سبز خیلی خوش رنگ کار کرده اینجا. دوباره اگر اختلاف کف رو بگیرین این پایین که چقدر زیبا اومده، این خط رو رعایت کرده، در واقع ده ترکیبی نمیبینید، شرم شوربا نیست به قول ما، خیلی خوبه. فضای کلوزت حتی عرض خیلی خوبی داره، دست و پاتون بسته نیست توی این فضا. و قسمت حمام مستر اتاق کینگ مونگا خیلی خوبه، میگم به لحاظ در واقع ماهیت بصری خیلی سعی کرده مسائل خوبی رو رعایت کنه. این پشت رو هم که خواهد مثلا جزئیات بهتون نشون میدیم، وان خوشگل. و باز دوباره اینم یادم رفت بگم که دوباره سرامیکای این کف همه هند مید یا دستساز هستش. نورهای خطی که میبینید تو تمام فضا به زیبایی و خوش سلیقگی کار شده، از برند مازینوری که نمایندش سعید بامشکی عزیز، دوست عزیز و نازنینم. تمام کلید و پریز هایی که میبینید همه در واقع برند اشنایدره که باز کار سعید بامشکی عزیزه. و میخوام توی خود فضا هم دوباره یه سری توضیحات از در واقع متریالی که برای این آپارتمان کار شده بهتون بدم. این نکته خیلی خوبه دیگه هم که باید براتون در واقع بهش اشاره بکنم، یکی ارتفاع سقفه، خیلی ارتفاع قشنگ و خوبی داره. نکته دوم که درها تماماً چوبه. نکته سومی که تمام دستگیره ها همه ایتالیایی هستش و حتی در واقع دستگیره های درب اتاق خوابا هم در واقع با نگین سواروفسکی دیزاین شده. تا این حد دقت به جزئیات. اینجا کل ساختمون فول بی ام اس هستش که روی این پنلش هم میتونید در واقع احضار آسانسور رو داشته باشید، کنترل در واقع دوربین های مدار بسته رو داشته باشید، دزگی رو داشته باشید، پرده ها رو داشته باشید، حتی باند هایی که توی سقف کار شده رو داشته باشید و هر چیزی که ممکنه در واقع با برق در واقع کنترل بشه از طریق این پنل در واقع از برند تسلا، کار برادران محترم نوری از دوستان خیلی خوبمون هستش. و میگم توی بلحظه جزئیات خیلی خوب هستش. سرمایش گرمایش رو هم یادم رفت بهتون بگم، برند چیلرمون اسپانیایی هستش و در واقع چیلر مرکزی هستش، به خاطر در واقع مصرف برق پایینش در واقع خیلی استفاده خوبی داره، خیلی کاربرد خوبی داره. گرمایشمون هم که در واقع پکیج بود از برند آریستون ایتالیا.
خب اومدیم پشت بام، دو تا فضا داریم از پشت بام. یه فضای اختصاصی هیجان انگیز بی‌نظیر که کمتر نمونهشو جایی می‌بینید، مثل این جکوزی اختصاصی. نکته جالب توجه این که این قسمت قشنگ میتونه با پوشش گیاهی در واقع کاور بشه که یه نیمچه دیدی هم اگر داره بگیره، در بشم اصلا اختصاصیه. اوکی، این خیلی نکته مهم و ارزشمندیه. و قسمت دوم که الان میم داخل لذت میبرید. خب بفرمایید کاش میکنم. اصلا لذت میبرید از این فضا، این حجم از پوشش گیاهی. میخوام در رو بل کنم نخوره. این حجم از پوشش گیاهی در نوع خودش واقعا منحصر به فرد هستش. یه باربیکیو فوق‌العاده و سینک ظرفشویی و آب باربیکیو گازی، این حجم از پوشش گیاهی خیلی خوشگل. فضای نشیمن، تفکیک فضایی، یه آتشکده خوشگل که هم میتونه گازی کار کنه هم زغالی، هم این صفحه مقابل که اینطوری برداشته میشه قشنگ میتونه بیاد اینجا و حکم گریل پز رو در واقع براتون ایفا بکنه. خیلی جزئیات جذابی داریم. اون قرپشته بالا پشت بوم و اینا هم که کانتن مرکزی و این داستانا رو داریم. فضای چیلر مرکزی و تاسیسات هم که جدا شده، همچنین اونقدر ارتفاعمون بالا هست، ارتفاع دیوارها منظورمه، که در واقع مشرفیت تقریبا نداریم. یه آب نما که الان خاموشه در این روز بارانی زیبا و خیلی کیف میکنین دیگه. یعنی خود پشت بامش به تنهایی میتونه پوشش بده مهمونی خوب رو. اوکی، بریم پارکینگ رو ببینیم با هم. اومدیم پارکینگ، اما چه پارکینگی؟ یعنی واقعا خود این پارکینگ هم فضاش منحصر به فرد طراحی شده، چه به لحاظ دیزاین، چه به لحاظ استفاده از متریال. انباری ها هم اینجاست، ابعادش هم که مشخصه، ابعاد خیلی خوب و بزرگی داره که قشنگ قابل استفاده است. یه نکته‌ای که وجود داره این که خیلی از بازسازنده های محترم به فضای پارکینگ در واقع خیلی بهایی نمیدن، مخصوصا به لحاظ زیبایی بصری. چیزی که میبینید این که اینجا هم زیبایی بصری به بهترین شکل رعایت شده. برای هر واحد هم دو تا جای پارک بدون مزاحمت داریم. یکی از نکات جذاب اینجا، از طراحی فوق‌العاده اینجا، طراحی این رمپ ویژه معلولین یا کالسکه یا سبد خرید هستش که در هیچ جایی حداقل من تقریبا ندیدم. واقعا توجه به این جزئیات خیلی کم نظیره. خیلی ممنونم که ما رو تماشا کردید. براتون از خداوند منان بهترین ها رو آرزو میکنم. آرزو میکنم صاحب چنین خونه هایی بشید. باور کنید لیاقت شما بیشتر از این هاست. لطفاً هر سوالی در خصوص بازدید، آدرس و قیمت این آپارتمان بی نظیر داشتید، تشریف بیارید دایرکت، در خدمتتون هستم. من میشم براتون بهترین خرید یا فروش رو انجام بدم. حالتون خوب.